از قلب بلوار هالیوود میخواییم بریم جایی که خدا روشو برگردونده. God Looked Away عنوان پیسی هستش که آل پاچینو، بزرگ مرد بازیگری هالیوود و صنعت سینما، با دو جایزه اسکار قرار هستش که در پاسادینا به روی صحنه ببره و در این تئاتر یکی از نقش‌های کلیدی و اساسی رو بازی خواهد کرد. ما از این محل به همراه آل پاچینو در مشایعت و همراهی با آل پاچینو میریم به محل برگزاری این تئاتر. دوستان خیلی دلم میخواد که از فضای داخل تئاتر براتون فیلم بگیرم. مطمئنن امکان پذیر نخواهد بود به خاطر اینکه اجازه یه همچی چیزی رو نمیدن، ولی سعی میکنم ثانیه‌های کوتاهی از این تئاتر رو هم در گزارشم داشته باشم. و اتفاق جالب این هستش که میتونید چند ثانیه ای اگه تا هر چقدر که امکان فیلم برداری باشه و اجازه بدن با آل پاچینو همراه بشید. این بار دوم هستش که آل پاچینو رو من میبینم، دفعه اول در نیویورک و در تئاترهای برادوی و امروز در لس آنجلس برای مدت محدودی که اومده به شهر فرشتگان. ماشین روبرویمون ماشین آقای آل پاچینوست، باش همراهی میکنیم. این بیوک مشکی رو، این خودرو بیوک مشکی رنگ، خودرویست که آل پاچینو در طول مدت اقامت خود در لس آنجلس به همراه راننده از آن برای تردد در سطح شهر استفاده میکرد. من در شهر پاسادینا هستم، از شهرهای اقماری لس آنجلس کانتی، و در پاسادینا پلی هاوس، یک مکان فرهنگی که محل برگزاری برنامه‌های فرهنگی هنری و به ویژه تئاتر است. تئاتر در اینجا یکی از کسب و کارهای فرهنگی پر رونق هستش و در این محل که از سال 1917 بنا گذاشته شده، تئاترهای متعدد و خاطر انگیزی در طول دهه ها اجرا شده و به روی صحنه رفته. در بیلبوردی که در پشت سر من مشاهده می کنید و ابتدای بیلبورد با نام آل پاچینو مزین شده، یکی از تئاترهای مشهور چند وقت اخیر امریکا در این محل به اجرا در آمده و این بیلبورد اطلاعات این تئاتر رو برای عموم علاقمندان این منطقه در اختیار قرار داده. تئاتر God Looked Away تئاتری هستش که به زندگی خصوصی تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس امریکایی، اختصاص داده شده و در این ارتباط هستش. تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویسی که حدود 73 یا 4 سال عمر کرد، در سال 1983 میلادی درگذشت و در این نمایش آل پاچینو نقش تنسی ویلیامز رو بازی میکنه و تئاتر مربوط به دوره‌ای هستش که تنسی ویلیامز یکی از آخرین نمایشنامه‌های خودش رو در حال نوشتن هستش و گویا با استقبال چندانی مواجه نمیشه و به این ترتیب واکنش‌های تنسی ویلیامز رو در دوران افول خودش رو مواجه هستیم باهاش و عمدتاً به یک سری مسائل، به ویژه مسائل شخصی خصوصی تنسی ویلیامز هم پرداخته. خب میدونیم که تنسی ویلیامز یک مقداری از نظر شخصی دیدگاه‌های خاص خودش رو داشت و یه مقدار بیشتر به اون پرداخته و علاقمندان تئاتر میتونن با این نمایشنامه‌نویس شهیر آمریکایی بیشتر از گذشته آشنا بشن و آل پاچینو به مدت 2 ساعت و 45 دقیقه تونسته این تئاتر رو به بهترین شکل ممکن اجرا بکنه به همراه تعدادی از بازیگران جوانی که فارغ التحصیل مدرسه تئاتر هستند و
در همین حوالی و در همین شهر زندگی میکنن. میدونید که آلپاچینو خودش ساکن شهر نیویورک هستش و عمدتاً تجربه های تئاتریش رو در برادوی در نیویورک روی صحنه میبره یا اینکه بازی میکنه و این یکی از نادر دفعاتی هستش که از شهر و دیار خودش خارج شده و به لس آنجلس شهر فرشته‌ها اومده و اینجا تئاتری رو حاضر شده که بازی بکنه با یک اکیپ جوان. Soon closed in Chicago, despite eventually gaining some excellent reviews. And so it was the last new play that Tennessee Williams ever had produced. 2 years later, he died of secondhand poisoning at the Hotel Elysee in New York. Luke fell to AIDS, dying homeless in a Manhattan charity hospice. Like Tom in The Glass Menagerie, I didn't go to the moon, I went much further. A loose pebble, carried along in a stream, a ribbon loosed into the wind. In time, I joined the huddle of scribblers for hire and wrote about 10, as he said I would. I miss him. Sometimes at night, I remember holding him, listening to him breathe after he has taken yet another second all to sleep. Listening to make sure the breaths are deep enough and long enough to signal that sleep has come and I can slip away, knowing he is safe. Goodbye, Pen. You're safe. Now I can slip away. Thank you.
بریم به تو به این خلاقی رو ببخشی بسر ایستدام در اومد خیلی بد شده این گرفتم آقا دیدم دست not pay her $200. Yeah. She won't. Okay, let's do where? What she paid for it, and I was like, I can offer you I was thinking about that. I didn't know if you were on the next season. Which is wonderful also. Mm-hmm. And so was Who's the Boss, and so was the stage show and everything else you did. Thank you. Is that yours? Yes. Sister J-O-H-N. J-O-H-N. My aunt's still alive. Yes. Thank you, sweetie. No worries. So generous. Yes, no worries. My teacher tells me. Oh, what? She always talks about it. راستش یکی از آرزوهای من این بود که آلپاچینو رو بازی آلپاچینو رو از نزدیک ببینم و وقتی که رفتم و نشستم نمایش شروع شد یه پیرمردی رو دیدم که به نظرم خیلی پیر اومد. اول صحنه هم ایشون صحنه ای هستش که دراز کشیده و نقش یک آدم مفلوک رو داره، ظاهرا خیلی اوردوز کرده بوده در نقش تنسی ویلیامز و به خودم گفتم واقعا این یه آدم خیلی پیره، من مطمئنم که اصلا از عقده‌اش بر نمیاد، چطور ممکنه؟ و همینطور که نمایش پیش میرفت، 2 ساعت طول کشید نمایش، اصلا به خودم گفتم امکان داره مگه؟ یعنی این آدم به قدری قدرتمند بازی کرد و با تمام اجزایی که در واقع در خدمتش بود، این در خدمت بازیگری بود. برام خیلی جالب بود اینکه ایشون حتی با چشمهاش، ما در ردیف سوم نشسته بودیم و خب بالاخره فاصله طوری بود که اونقدر نزدیک نبود و با چشمهاش حتی ایشون بازی میکرد، با موهاش بازی میکرد، تمام اعضای بدنش در خدمت بازیگری بود و شیوه در واقع گفتار ایشون اصلا انگار که برای من تنسی ویلیامز واقعا زنده شده بود و به نظر من اوج قدرت و تسلط بازیگری رو من در بازی آلپاچینو دیدم و حتی انقدر این بازیگری قدرتمند و فوق‌العاده بود که اطرافیانش رو هم که باهاش همبازی بودن تحت تاثیر قرار داده بود. خیلی جوان بودن اونایی که باهاش بازی می‌کردن، تحت تاثیر قرار داده بود و به نظر من نمایشنامه خودش اونقدر قدرتمند نبود، میتونست نمایشنامه خیلی بهتری باشه، ولی بازی آلپاچینو آنچنان شگفت‌انگیز بود که تمام صحنه رو تحت سلطه خودش درآورده بود. راجب شیوه بازیگری
آلپاچینو روی صحنه. بله. از صحنه هم اومده روی به سینما ورود پیدا کرده. و فکر کنم مصاحبه ازش دیدم که کوپولا، فرانسیس کوپولا اولین بار رو صحنه دیدش. باشه، من یه پیشینه یه چیزشو دارم. آلپاچینو در واقع میتونی بگیم که یکی از اسطوره های بازیگری امریکا هست که تحت تاثیر بازیگری سبک متد که استانیسلافسکی برای اولین بار اونو در روسیه باب کرد و بعدها لی استراسبرگ اون رو آمریکاییش کرد و در جامعه بازیگری امریکا خیلی بازیگرهای مهمی رو تحت تاثیر خودش قرار داد که آلپاچینو یکی از اونها هستش که تحت تاثیر بازیگری متد که در واقع لی استراسبرگ با اون خیلی کار کرد در فیلم پدرخوانده، در واقع مشاور اصلی آلپاچینو بود که حتی وقتی که آلپاچینو جایزه خودش رو گرفت برای فیلم پدرخوانده، جایزه خودش رو تقدیم کرد به لی استراسبرگ. که این سبک و شیوه متد سبکی هستش که در واقع برای اولین بار استانیسلافسکی اون رو گسترش داد و در جهان ازش خیلی استقبال شد. و شیوه به این صورت هستش که معتقد هستش که اولین بار شما یک بازیگر باید اول روی خودش کار بکنه و بعد روی نقش کار بکنه و اونقدر در واقع عمیق بشه در نقش که بتونه کاملا خودش رو جای نقش قرار بده. و آلپاچینو از این شیوه کاملا بهره برد و بازیگریش همونطور که گفتم بهش سلطان بازیگری در جهان نام میبرن ازش. و کسانی هم که در واقع این شیوه رو دنبال کردن میتونیم از داستین هافمن و بازیگرهایی مثل مرلین مونرو و اینها نام ببریم که همه در واقع تحت تاثیر این شیوه بازیگری متد بودن و همشون هم آدمهای بسیار شناخته شده ای هست. چرا آلپاچینو در تمام این سالها علی‌رغم موفقیت‌هایی که تو سینما داشته صحنه رو ترک نکرده، همیشه تنگاتنگ ارتباط داشته با صحنه و به خصوص در سالهای اخیر داره؟ آلپاچینو یک اصلا ذاتاً یک بازیگره و ما وقتی که در صحنه باهاش مواجه میشیم اینو کاملاً حس میکنیم. حتی در این نمایشنامه هم که من دیدم God Look The Way در واقع اینو کاملا حس میکنه که یک آدم در سن 76 سالگی با این قدرت و با این تسلط بتونه به این خوبی از اجرای نقشی که بسیار هم نقش سنگینی بوده در واقع بتونه اون رو از عهده‌اش بر بیاد. و به نظر من آلپاچینو ذاتاً یک بازیگر هست و خب به هر حال فضایی هم که آمریکا داره این اجازه رو به بازیگرها میده که بتونن استعدادهای خودشون رو بروز بدن، رشد بکنن و پیشرفت بکنن. و این اتفاق برای آلپاچینو هم افتاد در فضای مثل نیویورک که در واقع ما برادوی رو داریم و به هر حال ازش شدیداً پشتیبانی میشه. توی یک سال اخیر دو تا تئاتر کار کرده، از ژانویه 2017 کار دیوید ممت رو انجام داد، چاینا دال، و این کار دومش هستش. تصورتون اینه که چرا حاضر شد یه همکاری کنه با یه گروه جوان و نسبتاً ناشناخته و اونم در لس آنجلس، شهری که زیاد مناسبات فرهنگی هنریش مورد پسندش نیست؟ به خاطر متن بود؟ اصلا ماجرای این تئاتر رو یه توضیح بدید. آلپاچینو اونطور که من خوندم از سال 1999 اصلا به لس آنجلس نیامده بود و کار نکرده بود. و وقتی که این کارگردان در واقع این نمایشنامه نویس نمایش خودش رو بهش میگه و ماجرا رو براش تعریف میکنه، آلپاچینو سخت تحت تاثیر تنسی ویلیامز بوده. نمایش درباره تنسی ویلیامزه. تنسی ویلیامز یک نمایشنامه نویسی هستش که در واقع در قرن 20 کاملا سیستم نمایشنامه نویسی امریکا رو تحت تاثیر قرار داد و یک شیوه و تفکر جدیدی رو وارد نمایشنامه نویسی امریکا کرد. و من فکر میکنم به دلیل این جذابیت شخصیت تنسی ویلیامز بوده که آلپاچینو میخواسته خودش رو محک بزنه و ببینه که آیا میتونه این کار رو انجام بده یا نه. و به نظر من به شکلی فوق‌العاده ای از پسش بر اومده. یعنی شما کاملا وقتی که آلپاچینو نقش تنسی ویلیامز رو بازی میکنه کاملا وارد اون هیته درونی شخصیت تنسی ویلیامز میشید، رو سالهای آخر زندگیش رو کاملا در واقع باش مواجه میشید
و این کار رو به خوبی از عهده‌اش بر اومده. نمایشنامه درباره زندگی تنیسی ویلیامز هست و آخرین نمایشنامه‌ای که از تنیسی ویلیامز به روی صحنه رفته و در واقع با واکنش شدید منتقدین مواجه شده و نمایش موفقی، نمایشنامه موفقی نبوده و در واقع تمام زیر و بم‌های شخصیتی تنیسی ویلیامز رو ایشون تونسته با موفقیت تمام در واقع اجرا بکنه و مخصوصا اون درگیری‌های درونی که تنیسی ویلیامز با خودش داشته، با جامعه داشته، اون تم اصلی که در نمایشنامه‌های تنیسی ویلیامز کاملا مشهوده و در شخصیتش وجود داشته که تم تنهایی و درگیری بشر با خودش هست و این که تنیسی ویلیامز همیشه می‌خواسته که در واقع این روانکاوی آدم ها براش خیلی مهم بوده که همونطور که در نمایشنامه هاش میبینیم آدم ها رو دونه دونه روانکاوی میکرده. در نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس میبینیم که یا باغ وحش شیشه‌ای به این تنهایی آدم ها و اینکه در مواجهه با این تنهایی آدم ها چی کار باید بکنن که از این تنهایی فرار کنن و فرایندش چی میشه، به کجا میرسن رو بهش پرداخته و به نظر من آلپاچینو به خوبی از پسش بر اومده و تمام اوج و فرودهای زندگی تنیسی ویلیامز رو این آدم سخت مطالعه